از گذشته بانک ها یکی از گزینه های اول درخواست استخدامی برای افراد جویای کار بودند. فقط بحث امنیت شغلی یا جایگاه اجتماعی نیست. مهمترین عامل بهره مندی از وام های مخصوص کارمندان است. سال 99 بیش از 67 هزار میلیارد تومان وام به کارمندان بانکی اختصاص یافته. بانک رفاه به عنوان بانکی که بازوی مالی سازمان تامین اجتماعی و حافظ منابع بازنشستگان و بیمه پردازان است، با متوسط پرداختی 1,180,000,000 تومان به کارکنان خود در رتبه اول قرار دارد. رتبه دوم هم مختص بانک تجارت با متوسط وام پرداختی 1,093,000,000 تومان به ازای هر کارمند است. بعد هم بانک توسعه تعاون با متوسط وام پرداختی 620 میلیون تومان، بانک ملت با 619 میلیون تومان، بانک سینا با 486 میلیون تومان و بانک پاسارگاد با متوسط تسهیلات اعطایی 425 میلیون تومان در رتبه های بعدی قرار دارند. این آمار در شرایطی است که بنا به گزارشی در سال 1398 حدود 55% از مردم هرگز تسهیلاتی از بانک دریافت نکردند، که این مقدار نشان دهنده بی‌عدالتی در دسترسی به منابع بانکی است. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.